بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با بکتاش از عضو مجلس نمایندگان از جاب جان آقای سلام با شما خوش آمدین به برنامه سلام سلام بر شما سلام به بیننده از دیتلو نیوز ممنونتان در مورد ولسوالی درزاب بر ما بگوین که از نرسیدن ساز و برک های نظامی و خوراک به نیروهای امنیتی صحبت صورت میگره تایید میکنه ولسوالی درزاب خود در حدود چهار ماه پیش سقوط کرده خود مرکز ولسوالی فعلا تعمیر ولسوالی و قماندانی امنیت در مجموع به تصرف طالبا است و یک تپه از همه شهر به تپه آنتر اونجا مشهور است که در اون تپه در حدود 150 تن از افراد مسلح که مربوط خیزش های مردمی هم هست در اونجا از نیروهای امنیتی ملی و از کماندو و از قماندانی امنیت فعلا در اونجا هستند و وضعیت جوی هم در اونجا فعلا خیلی هوا سرد است و در اون تپه هم متاسفانه که اونجا جای بود باش وجود نداره فقط یک تلو... اه... آنتن تلویزیون است و یک تا اتاق بر از او داره و هوا سرد است و طالبا هم اه... پس اونا در کجا زندگی میکنن اونا فعلا جای بر زندگی ندارن فقط به خاطر هم... که باید اونجا تامین امنیت چون حداقل تلف نشن کشته نشن شهید نشن در اون تپه فعلا پناه بردن و اطراف و تپه را متاسفانه که گروه های یا طالبا اونجا را کرده رفت آمد در اونجا فعلا امکان پذیر نیست خب چهار ماه پیش که ولسوالی در که سخوت کرد ما خواستار از شده که باید در اونجا یک عملیات گسترده باید در اونجا انجام شود وزارت داخل و وزارت دفاع با همانگی با خصوصا وزارت دفاع در اونجا عملیات را انجام داد اما متاسفانه و عملیات به کدام نتیجه نرسید حال چون هوا سرد شده چرا با... عملیات نتیجه نداد؟ عملیات نتیجه به خاطر از این نداد که در اونجا چند نفر از کماندو رو روان کرده بودن در حدود 70 نفر که چلا زورم فعلا پس دوباره در مرکز خواسته که 30 نفر کماندو در اونجا وجود داره متاسفانه به نتیجه نرسید حالا چون وضعیت امنیتی در اونجا خراب است و وضعیت جوی هم خیلی خراب است و خود کمیته نظامی خود و ولایت جوزجان هم در این تصمیم رسیده که باید فعلا این عملیات ها به نفع مردم نیست و مردم بیجا میشن و هوا هم سر دسته و نمیتونه بر مکملات اکمالات برسانن حکومت مرکزی و حکومت محلی بنان بهتر همین خواهد بود که خوب خواهد بود که نیروهایی که فعلا در اونجا قسم نسیر یکصد در حدود 150 تن اونا هم باید با چرخ بالها انتقال بتن به ولایت جوزجان تا تا اونها تلف نشن فعلا اونها بر خوابیدن جا ندارن برای خوردن نان ندارن و تا جایی که ما خبر هستم فعلا روز میگذره که به تجهیزات برگ نظامی از اونام رو به ختم هسته بنا به بینا باید تلف نشه ما از حکومت مرکزی خواست ما هسته که با رو هر عاجل انتقال بتن و عملیات زمستان زمستانی که اونا در پلان دارن در خود ولسوالی درزاب او را کنسل کنن و در ماه که تابستان شد که آب هوا خوب شد یک عملیات گستدی را انجام بتنه که تا اون اما تا آن زمان وضعیت این نیروها چگونه خواهد شد؟ و تا حال که ما سر صدا کردیم در پارلمان بر خود وزارت داخله و دفاع و ولایت جوزجان و نیروهایی که در اونجا هستن مستقر هستند اونها هم در جریان هستن اما اکمال از اینو از طریق خود را با موتر امکان پذیر نیست باید بر از از طریق باید هوا باید کمک رسانده شود و وزارت دفاع بر امروز و بر فردا میمانه از او خاطر ما نگران هستیم و نیروهایی که در جوزجان از اونها هم نگران هستند ولایت جوزجان و مردم جوزجان هم نگران هستند تا این 150 نفر که از خیزش های مردمی بومی هستند و تعداد سی نفر هم از کماندو است و تعداد زیاد هم از از کماندانی امنیه و از ریاست امنیت است اینا باید تلف نشه چون ای به این فعلا به این منوال به این حرکت که حکومت مرکزی داره بر بازپسگیری خود ورسوالی درزاب امکان پذیر نیست این با دفعه در این زمینه کوتاهی کرده دقیقا کوتاهی صورت گرفته که ما پیش از اینکه ولسوالی در زاب سقوط کنه ما مشکلات برای وزارت دفاع گفتیم یعنی تهدیدها وجود داشته ولی اقدام نکرده این تهدیدات سالهای طولانی است وجود داشت ما دو سه تا ولسوالی که بسیار زیاد تد... بر تهدید بلند امنیتی قرار داره اون را بارها از تریبون شما و با شخصا من خودم با وزارت دفاع با شورای امنیت و با وزارت داخلی را در دا جیان گذاشتیم با ریاست و امنیت هم در جیان گذاشتیم اما تاسفان اقدامات از اینا قابل قبول نبوده البته شرایط امنیتی در تمام جوزجان نگران کننده است اما خصوصا حالا که تقریبا 150 اونجا سرباز ما که فعلا در پستی آنتن که مشهور است یا تپه تپی آنتن که مشهور است در اونجا فعلا اونا تقریبا قسمت اسیر هستند که اونا حالا نمیتونن خوراک بدست بیارن نه آب میتونن که اونا استفاده کنن برایشان رسانده شود و نه هم دیگه مهمات از اونا قدر کافی مانده که اونا بتونن بجنگن و مورالشان هم به حد پایین آمده بنابراین رو هر چه عاجل بدون معطلی باید وزارت داخله و دفاع به اقدام از چه زمان شما خواستار اقدام وزارت دفاع یک و داخله؟ هفته بیشتر شد یعنی خود مجلس کمیته امنیتی خود ولاد جوزجان میره تقریبا سه هفته پیش به این تصمیم گرفتن که باید نیروها هر چاده انتقال داده شود و ما از ولیس ولاد جوزجان هم که در این مورد صحبت هایی داشتیم اونها گفتن که ما موضوع را با شورای امنیت و وزارت داخله داخل و دفاع و ریاست جمهوری امنیت ملی هم مایل شریک ساختیم اما متاسفانه که تا حال حکومت مرکزی در قسمت انتقال این نیروها به نقطه امن شهر یا در خود ولایت جوزجان در شهر شبرغان تا الاقتام نکردن متاسفانه همون که شما گفتین هوا رو به سرد شدن هست و این تا مشکلات به بار بیاره حتی اگر به این نیروها کمک هم از طریق هوا صورت بگیره در طول این مدت زمستان که اینا به کمک دوباره نیاز پیدا میکنن تا چه این کمک ها میتونه از طریق هوا ممکن باشه در شرایط جوی که ممکن است وضعیت آب هوا خوب نباشه فعلا اگر به می هفته به یک روز اگر اقدامات وزارت داخله و دفاع صورت نگیره با چرخبال این را انتقال نده دیگر اون مناطق آب هوایشان بسیار سرد است و اراضی از بسیار خراب است دیگر چرخبال ها نمیتونه که در اونجا, در اونجا نشست بکنه بنان و و فعلا هم اونا با وضعیت بد جوی قرار دارن که و هوا بسیار زیاد سرد است و سر تپه و اونجا هم نه خوراک درست وجود داره و نه چیز جایی برای بودوباش وجود داره اگر از این هفته خدا نخواسته بگذره دیگه این ما کلشان تلف خواهد شد و پاسخگوی از وزارت خود بود این پاسخگوی از این حکومت مرکزی است خصوصا وزارت دفاع است ببینید من میخواهم که یک مثال به بتام یعنی وزارت دفاع و نیروهای امنیتی ما که در مرکز هستن آنقدر آنقدر به مورد بی تفاوت است. نه تنها دی مورد در گذشته در ولسوالی که ما خماب داریم و سقوط کرد دو مورد هم سالها از یک سال بیشتر شد هیچ اقتامی نکردند فعلا در موضوعات شخصی ولایت جوزجان البته که فعلا از لحاظ امنیتی مشکلات بسیار زیادی رو وجود داره و خود ولسوالی در زب ماهای طولانی است که اونجا مشکلات امنیتی وجود داره و حکومت مرکزی نتونستن اقدام سریع بکنن که تا در قسمت وضعیت امنیتی زونا یک تغییری بیاره من میخوام که یک مثال درم بتوم با وصفی که ما از تریبون شما از پارلمان و بارها با صحبت که با وزارت داخله و دفاع داشتیم در قسمت تامین امنیت ولسوالی در زاب هیچ اقدام صورت نگرفت حالا که شما در جریان هستین که 150 تن از نیروهای مسلح ما در اونجا قسما محاصره هستن. اما برخورد حکومت در این مورد دوگانه بوده ما یک مثال شبرتون میتونیم بگوییم مثلا در مزار شریف مشکلاتی که هفته گذشته رخ داد تانستن به خاطر دستگیری آقای قیصری چرخبالا را اونجا آماده بکنن و اونجا از او استفاده بکنن اما در قسمت انتقال این نیروهایی که در اونجا فعلا ماسره ماندن و امکان تلف شدن از اونها بسیار به زیاد وجود داره با او, رسیدگی نکردن آیا مردم هم بیجا شدن؟ تفیلن در, در اولاد جوجان بیشتر است ده هزار خانواده بیجا شده وجود داره که اینا یک تعداد زیاد از اینا از های قشتپا و درزاب است و یک تعداد زیاد از اینا هم هست ولسوالی های همجوار و ما از ولایت فاریاب است که خوشبختانه به اثر از سیطلاش ما و, و حکومت هم در زیر رئیس جمهور اقتام کردن که بر هشت هزار خانواده در فصل زمستان یک مقدار پول و گندم و نخوت براشان کمک کردن که فعلا امی روزا توضیح از جریان داره و قسمت بر از اونا رستگی شده اما در وضعیت امنیتی جوزجان هیچ گونه توجهی صورت نگرفته و اما منوال که یک سال پیش بوده و تا حال ادامه داره اگر وضعیت به همین گونه به پیش بره وضعیت امنیتی جوزجان را در آینده چگونه میبینید؟ وضعیت امنیتی جوزجان خوب. سالهای از, از تقریبا از یک سال به ای طرف قناعت پخش نیست فقط با کوشش وزارت داخله و دفاع که ما بسیار زیاد فشار آوردیم اونا تانستن که صرف شهرهای ولایت جوزجان مزار شریف و اونا تانستن که امنیتش تامین بکنن و یک لوای نمبر دوی مربوط قلوردوی شاین بود او هم قرارگاه امیروزا رو به انتقال است قسمت زیاد از اون رسیده بر جوزجان که که باید در در تامین امنیت ولاد جوزجان اونا باید همکاری بکنن اما تا حال را اجراات حکومت به صفت نمایندی مردم بر ما و به مردم جوزجان قناعت بخش نبوده متاسفم ممنون از شما بکتاش اشتی از مجلس نمایندگان از جوزجان ممنون ادامه خبرها وزارت مالیه میگوید که صندوق وجهی پول عملی شدن تعهدات پانزدگانه حکومت افغانستان را در بخش مالی اقتصادی و بانکی موفقانه ارزیابی کرده است سرپرستان وزارت مالیه و بانک مرکزی میگویند که در نتیجه این ارزیابی ها افغانستان اعتبار لازم در نزد کمک کننده ها به دست آورده است اصلاحات اقتصادی، اصلاحات مالی و بانکی، افزایش درآمدهای ملی، مدیریت اقتصاد بزرگ، افزایش رشد و عملی ساختن شاخصهای جلوگیری از فساد اداری مشمول تعهدات حکومت افغانستان در برابر صندوق و چی پول هستند که به گفته وزارت مالیه با عمل شدن این تعهدات اعتبار حکومت افغانستان نزد کمک کننده ها بیشتر شده است. در مجموع افغانستان بعد از تکمیل شش دوره ارزیابی موفقانه اصلاحات توانسته که 44.4 میلیون دلار امریکایی را به دست بیاورد. سرپرست وزارت مالیه میگوید که احتمال دارد پس از این جامعه جهانی به کمک‌هایش برای افغانستان ادامه دهد. حکومت افغانستان میتواند قرضه های سهل از جهان دریافت کند و نیز زمینه ها برای سرمایه گذاری های بیشتر در کشور فراهم شود. کلچ پروگرام شروع کیده د انفلاسیون کچا و اشاریه درې و و اوس چې یا یعنی انفلاسیون کچه از سوی بانک مرکزی میگویند که با عملی شدن تعهدات صندوق وجهی پول در کشور سطح تورم کاهش یافته است و نیز ذخایر ارزی کشور به 8 میلیارد دلار رسیده است بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه آقای مسجدی سلام با شما خوش آمدین به برنامه تشکر روز شما بخیر ممنون در مورد تعهدات <تصفح> پانزگانی حکومت افغانستان در آغاز بدانیم که کدام تعهداتش تاکنون عملی شده و سبب شده که صندوق وجهی پول ارزیابی موفقانه داشته باشه تشکر می کنم در کل ما دو نوع تعهد بایم افتاشتیم داشتیم یکی تعهدات ساختاری که یعنی در یک مسئله یا در یک نهاد یا در یک قانون یا در یک پالیسی باید تغییر بده که او تقریبا 48 تعهد است و 15 هم تعهد کمیتی داشتیم که از سال به سال دیگه باید بالا میرفت مثلا اگر ما صحبت از تعهد ساختاری می کنیم، باید قوانین مالیاتی خوده تغییر میدادیم. مثلا پالیسی های همکاری با سکتور خصوصی را می ساختیم مثلا در ریاست خزائن ما یک مدیریت به خاطر مدیریت قرضه می ساختیم که یعنی در ساختار تغییر می و 48 ساخته تعهد بود که الحمدلله هر 48 شما با پای اکمال موافقانه رساندیم و 15 کمیتی که است مثلا از هر سال به سال دیگه عواید ما باید بالا بره 10 یا مثلا میگن که مصرف بودجه تان باید بالا بره یا مثلا میگن که در بودجه عادی باید کاهش داشت باشین یا میگن که بودجه انکشافی تان باید به با اساس اولویت های مردمی باشه تمام از این تعهدات برای بار اول است که در 18 سال گذشته موفقانه به پایان میرسن و از زمانی که تیم های تکنیکی با هم به توافق رسیدن در حدود دو ماه قبل بود ولی این تاییدی منتظر تاییدی بورد اجرایی که بالاترین مقام IMF است با اونا باید میرفت و الحمدلله به تاریخ 28 قوس بود که اونا هم مورد تایید قرار دادن و به لحاظ اف افغانستان از لحاظ ثبات مالی یکی از مو کشورهایی که در حالت مشکل هم قرار داره ولی با اون هم توانسته ثبات مالی خود نگاه کنه موفقانه به در آمد و این برای ما از لحاظ چند چیز مهم است یکی خویی که امرای ما از لحاظ معنوی کمک میکنه به این معنا که اعتبار اقتصادی افغانستان نگاه میشه ما میتونیم که در از مدت قرضه های سهل و با تکتانه کم به خاطر پروژه های مشخص بگیریم اما پولی افغانستان یا انفلاسیون ما بسیار خوب نگاه میشه و از لحاظ مادی هم در حدود 44.4 میلیارد ببخشید میلیون دلار با بانک مرکزی افغانستان دادن بس ای یک خبر بسیار خوشی بود که وزیر صاحب مالیه در این مورد و رئیس صاحب دی افغانستان بانک هم توضیحات دادن و امیدوار هستیم که برنامه بعدی که شاید در سال 2020 شروع این بینمی منوال ما بتانیم که موفقانه از تعهدات بدر بیاییم در کنار از این انتقادات هم وجود داشته مثلا یکی از موارد که بیسابات بودن پول افغانستان بوده در چند ماه اخیر بلند بودن قیمت دلار بوده و همچنان در قسمت بودیجه در قسمت قطعی سال 1397 در مجلس نمایندگان این همه موارد هست که انتقاد وجود داشته این تاثیر گذار نبوده خب در مورد پول ما صحبت کرده نمیتونه در افغانستان بانک کوپتر صحبت کرده میتونه در دو مورد دیگهش اش قطعی هر سال زمانی که گزارش مالی به پارلمان افغانستان میره او یک گزارش حکومت به اولوسی جرگه است و اول لحاظ به حساب کدام مورد خاص خلاف قانون یا خلاف تعهدات یا خلافی که سر اقتصاد بزرگ ما تاثیر کنه که ما همراه ایم اف تعهد داشته باشیم کدام موارد نداره از لحاظ بودجوی ما از هر سال به سال دیگه از دو بود بهتر بودیم اما یک... مجلس نمایندگان در این مسئله فشاری بیشتر رو داشتن که گویا تختی صورت گرفته یا خب دو مورد با. جدا است یکی تعهد ما با IMF است یکی کارکرد ما با مجلس نمایندگان است با مجلس نمایندگان امروز ما صبح رفتیم مسئله قطعی با پشت سر گذاشته شده ما بودجه 1399 را پیشکش کردیم ما امیدوار هستیم بعد از بحث ها گرفت نظریات نیکشان بتانیم که بودجه را به تصویب برسانیم مسئله مسئله قطعی هر آنچه که به اساس قانون مجلس نمایندگان فیصله میکنه اول لحاظ به حساب قانونی صلاحیتشان است ولی ما اگر در مورد IMF صحبت میکنیم کنیم از لحاظ بودجه را از دو بود ما بهتر ساختیم یکی که از سال به سال دیگه اشتراک مردم بالاتر شده ما تقریبا سال گذشته به 10 ولایت مستقیما سفر کردیم که برای 1399 را به 15 رسانی و می رقم می میره به 34 ولایت برسانیم و از بود مصرفی هم برای بار اول است مثلا که در تاریخ افغانستان بودجه شفی افغانستان 94 فیصد به مصرف میرسن یعنی شاید یک گروه از کشورهای دنیای کار انجام دادن نمیتونه حال که ثبات بهتر دارن اما افغانستان با تمام مشکلاتش دانست که بلند رقم یعنی نظر به سال 1397 ما 12 میلیارد افغانی تر مصرف کردیم در بخش انکشافی و در قسمت اواید چقدر از دیاد وجود داشته؟ خوب است در سال 1398 بالاترین رقم میزان اواید کل حکومت ما داشتیم 208.1 میلیارد افغانی اواید داشتیم که در 18 سال گذشته بی پیشی نبوده و قبل از او را اصلا حساب نمی کنیم چون به این میار اواید هیچگاه صورت نگرفته بود و این ما را امیدوار به این میکنه که در یک سال که ما دو انتخابات داشتیم خود ما مصرف و دادیم و با تمام تظاهرات و با تمام تاثیر که روی اقتصاد افغانستان داشته ما اگر میتونیم که با تطبیق قانون و بهتر سازی سیستم ها و همکاری با سکتور خصوصی مقدار به دست بیاریم یعنی سال آینده اگر ما ثبات بهتر داشته باشیم وضعیت بهترتر شده باشه به این معناست که میتونیم امو ارقام بالاتر از این ای تعیین کنیم و بالاتر از این جماوری هم کنیم پیش از این وزارت مالیه ابراز نگرانی کرده بود در مورد کاهش و یا کمک های جامعه جهانی تا سال 2020 آیا حالا وزارت مالیه با توجه به اواید و افزایشی اواید میتونه که تا حد نیازمندی های افغانستان را در سرهای مختلف مرفوع بسازه تا حد بله ولی این اواید ما به هیچ صورت جایگزین کلیه همکاری بین المللی شده نمیتونه بسیار اگر فیصدی صحبت بکنیم چند فیصدی نیاز فعلا خارن... از بودجه ملی ما که در حدود تقریبا همه سال در حدود 5 میلیارد 4.9 میلیارد دلار می باشه دهی 49 فیصد از ایر حکومت افغانستان میتوال مطابق از ایر همکاران بین المللی اما این خارج تمام کمک های نظامی است که مستقیما با نیروهای امنیتی ما میشن پس در کل با اساس امو حسابی هایی که انجام شده حکومت افغانستان سالانه بین 9 الی 11 میلیارد دلار ضرورت داره و تمام عواید را که ما در یک سال جمع میکنیم در حدود دو سه میلیارد دلار میشه ما پلان به این داریم که باز هم یک کنفرانس بین المللی دایر شو برای یک مدت معین با افغانستان کمک شده ولی به شرط ازی که برنامه های بزرگ اقتصادی ما که در 4 5 سال آینده ما را به طرف خود کفایی برسه ای باید تطبیق شو بدون از او دنیا بالاخره با کمک های خود یا یک سال بعد یا نهایتا 4 سال بعد قطع میکنه تا چه حد تلاش کردین که نگاه داشته باشین و بررسی های بر سیستم نو استفاده از تکنولوژی در قسمت اواید که بتونه برتون کمک کنند بسیار ایتی. مهم بس. است بخصوص در بخش اوایدی در گمرکات و در اواید بدون تکنولوژی به هیچ صورت ما نمیتونیم کار کرده خدا درست انجام بتیم ما باید سکنر داشته باشیم ترازو داشته باشیم سیستم های آی تی داشته باشیم سیستم های جمعواری معلومات داشته باشیم این از دو لحاظ بسیار بر ما مهم است یکی خود در فساد هم ما بسیار کمک میکنه دست مفسدین از یک بودش نگه میداره و دومی که دقیق تر مصاحبه محاسبه میکنه پس گرچه که این تکنولوژی نظر به اواید که ما داریم بسیار گران و بسیار قیمت است و در یک سال ما نمیتونیم تمام طور تکنولوژی مورد نظر خود نصب کنیم اما برنامه به این است که تدریجا تمام مواردی که بسیار اهمیت داره مثلا شاید در سه ماه آینده در گمرکات بسیار بزرگ افغانستان ترازوهای دیجیتالی نصب شوه. دروازه های دیجیتالی صورت بگیره و اسکنر های بسیار قوی نصب شوی ای باعث از این میشه که یکی خو اموال قاچاق تغییر جنس کاهش در وزن مثلا این موارد استاد شوه و دومی که بالاخره ما باید تمام کارکرد های خود به سیستم های بین المللی و سیستم های مدرن باید عیار بسازیم و در سه اواید هم ما باید تمام افغانستان ها. با سیستم سکتاس افغانستان وصل کنیم تا با هم روابط ارقام زودتر محاسبه شوه بر سکتور خصوصی پروسه ها خوبتر شوه برنامه های ما زیاد داریم ولی مسئله امی بودیجه برای حکومت افغانستان یک مشکل بزرگی است که اگر بتوانیم خود ما خود کفا شویم ما آرده بهتر متدد کنیم ممنون از شما خانم خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی از حضورتان در برنامه ایمان بخیر باشید